به نام خداوند بخشنده و مهربان، بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبر این ساعت از شمشاد نیوز. امروز پنجشنبه 31 جوزای 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 جون سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل فردا نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار می کند. افزایش بیماری کولرا در افغانستان. سازمان جهانی صحت از افزایش 50% این بیماری در افغانستان خبر می دهد. و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در لیست تروریسم کانادا. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. فردا شورای امنیت سازمان ملل نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار می کند. قرار است در این نشست رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان و اشتراک کنندگان این نشست توضیحات بدهد. قرار است این نشست فردا ساعت 6:30 عصر به وقت کابل برگزار شود. کارشناسان می گویند که سازمان ملل در تصامیم خود مستقل نیست و در مسائل مهم برخلاف واقعیت‌ها بر اساس آجندای خود رفتار می‌کند. در حالی که برای برگزاری نشست سوم دوحه روزهای انگشت شمار باقی مانده، اما اکنون شورای امنیت سازمان ملل فردا جمعه 21 جون نشست را در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار می کند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل در صفحه ایکس خود نگاشته است که در این نشست روزا اوتنبای و رئیس یونما درباره وضعیت افغانستان به اشتراک کنندگان این نشست توضیحات می دهد. با آنکه درباره این نشست جزئیات بیشتر داده نشده است، اما گفته شده که این نشست ساعت 6:30 عصر به وقت کابل برگزار خواهد شد. روزا اوتنبای و رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان فردا به تاریخ 21 جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان توضیحات می دهد. با این حال تاکنون درباره این نشست جزئیات بیشتر داده نشده که روی کدام موضوعات در رابطه با افغانستان بحث خواهد شد، اما صاحب نظران میگویند که ممکن همانند نشست روز گذشته شورای حقوق بشر که درباره گزارش ریچارد بنت بحث شد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت بشری در افغانستان بحث صورت گیرد. معلومیږي چې د ملګرو ملتونو موسسې به ټول فوکس په بشري حقوقو باندې وي، لکه د تیر په څیر سره دوی به د مخدر موادو د کمښت او همداسې د تروریزم د کمښت په مورد ډېر څه ونه وایي، خو د اساسي نقطه به یې همدغه د بشري حقونو مسله وي، ځکه بینیټ هم همدا موضوع وړاندې کړې ده. خو دا بیا نو په هغه جریان پورې اړه لري چې کله د دوهې درېیمه ناسته جوړه شي چې په هغه کې بویله طالبان گدون وکی او کنه ست تغییرات خوب نرزی پا اجنده که قبل از این نیز شمار از اداره های مربوطه و یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل شورای حقوق بشر از وضعیت بشری حقوق زنان و دختران در افغانستان در گزارش های خود ابراز نگرانی کردند، اما حکومت سرپرست بارها تاکید کرده که حقوق زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی در کشور تامین است. از سوی دیگر کارشناسان سازمان ملل را در تصامیمش غیر مستقل می‌خوانند و تاکید دارند که این شورای امنیت به دور از واقعیت‌های عینی بر اساس آجنده انتخاب شده خودش با مسائل رفتار می‌کند. دوی د خپل اجنده پر بنیاد باندې د نړۍ ته تصویر ورکوي، کله ښه وایي کله دا وایي، نو بنا ډېر زیات اعتبار پرې نیسه. که چېرې دوی واقعا اصول پلي کړي او واقعا د افغانستان د خپلواک هېواد او وګړو ته د بشر په سترګه باندې وګوري او نړیوالو اصولو پر بنیاد باندې چلند وکړي او خپل اهداف مقاصد قانونمر مخې ته بوزي، بیا اعتبار پیدا کوي، بیا خلک اعتبار پکې او دوی غړو ته هم هیله مند کېږي. این در حال است که به تاریخ 30 ماه جون روان نشست سوم دوحه درباره افغانستان با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار گردد. حکومت سرپرست نیز اشتراک خود در این نشست را تایید کرده است. امارت اسلامی بعد از تاخیر طولانی بالاخره اشتراک خود در این نشست را تایید کرد، اما گفت که در صورت تغییر آجندای شریک شده با آنان در آن اشتراک نخواهد کرد.
واقعیت بیماری کولرا در افغانستان حدود 50% افزایش یافته است. در گزارش تازه سازمان جهانی صحت که در جریان 5 ماه اول سال روان تهیه شده، افغانستان در لیست کشورهای قرار گرفته که واقعیت بیماری کولرا در آن به پیمانه زیاد به ثبت رسیده است. از سوی دیگر دکتران مراعات نمودن حفظ الصحه در خانه و استفاده زیاد از مایعات را در جلوگیری از این بیماری مهم می‌دانند و تأکید دارند که نهادهای جهانی باید کمک‌های خود را به افغانستان ادامه دهد. سازمان صحی جهان گزارش داده که از تاریخ اول جنوری تا 26 ماه می در 19 کشور 46,364 واقعی بیماری کولرا به ثبت رسیده که بر اساس احصایه در آن 54% افزایش آمده است. لیست کشورهای سازمان صحی جهان که در آن واقعات بیماری کولرا زیاد است نشان می دهد که افغانستان، زامبیا، زیمبابوی، پاکستان و جمهوریت دموکراتیک کانگو شاهد ثبت بیشترین واقعات این بیماری می باشند. بر اساس این گزارش در افغانستان 25 تن به دلیل این بیماری جان باختند. تا 26 ماه می سال 2024 میلادی 46,364 واقعی بیماری کولرا در 19 کشور و مناطق به ثبت رسیده که این رقم نسبت به ماه گذشته 58% افزایش را نشان می دهد. در واقعات ثبت گردیده در 14 کشور آفریقایی 12,504، در افغانستان 13,451 و در پاکستان هم حدود 13,000 واقعی این بیماری به ثبت رسیده است. در گزارش آمده است که این بیماری در آفریقا، آمریکا، آسیای جنوب شرق و اروپا هم به چشم می‌خورد، اما منطقه مدیترانه شرقی شاهد واقعات زیاد این بیماری است. بر اساس گزارش از ماه جنوری سال روان تا ماه جون 16 کشور خواستار 92 میلیون دوز واکسین این بیماری شدند که این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد. با یونیسف و نهادهای صحی جهانی دیگر مشترکاً کار می‌کنیم تا برای کاهش و جلوگیری از بلند رفتن سطح این بیماری در کشورهای متاثر کمک‌ها و دوزهای واکسین را بیشتر سازیم. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان از هر 100,000 نفر در افغانستان واقعی مثبت بیماری کولرا 143 می باشد. از سوی دیگر دکتران برای جلوگیری از این بیماری مراعات نمودن حفظ الصحه، آب، خوراک و استفاده مایعات به اندازه کافی را مهم می دانند. آنان از نهادهای صحی جهانی می خواهند تا در بخش صحی با افغانستان کمک هایشان را دوامدار نگه دارند و به گفته آنان سازمان های صحی جهان باید این بخش را سیاسی نسازند. مونږه د حفظ الصحه مراد کو، لاسونه مینځل، پاک خواړه او د دې سره سره د داسې خوراکونو نه استفاده وکړو چې د وجود مایعات او دا شیان ورسره برابر سي. په هغې کې عموما زیات څه استعمالیږي وارس یا نیمکول دی، چې باید مونږ د هغه نه په زیاته کچه باندې استفاده وکړو تر څو د وجود د مایعاتو د کمښت سره مخامخ نه سو. چې یوه هیله مو د هغه نړیوالو سی سازمانونو نه هم همداده چې طبابت باید د سیاست نه قرباني نشي، باید هغه کوم خدمات چې وړاندې کوي د هغې لا هم دغه خدمات ته نور هم په پیاوړي کېدو کې لاس په کار شي او تر څو پورې زموږ دغه هیوادوال د دغه صحي مشکلاتو څخه خلاص شي. لیست کشورهای سازمان صحی جهان که در آن واقعات بیماری کولرا زیاد است نشان می‌دهد که افغانستان، زامبیا، زیمبابوی، پاکستان و جمهوریت دموکراتیک کانگو شاهد ثبت بیشترین واقعات این بیماری می‌باشند. سازمان مذکور دلایل انتشار بیماری کولرا را رشد نفوس، حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی می‌خوانند و برای مبارزه مؤثر در برابر آن روی واکنش‌های جهانی مشترک تاکید گردیده است. امارات اسلامی گزارش اخیر گزارشگر سازمان ملل را تلاش برای تخریب اذهان عامه خوانده است. سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به گزارش ریچارد بنت گفته است که شماری از اشخاص با مسائل مهم عقدمندانه برخورد می کنند و می خواهند حقیقت را تحت شعار قرار دهند. ذبیح الله مجاهد می گوید حکومت سرپرست خواهان تعامل مثبت با تمام جهان است، اما جامعه جهانی از تکرار تجربه ناکام فشارها دست بردار نیست. از سوی دیگر شماری از کارشناسان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا با ایجاد شماری از اصلاحات و بهانه‌جویی‌های جهان پایان دهد.
پس از آن که در گزارش ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل از وضعیت بشری در افغانستان نگرانی ابراز گردید، سخنگوی امارت اسلامی با آن واکنش نشان داده است. ذبیح الله مجاهد میگوید که نشست سوم دوحه در حال برگزاری است و این گزارش تلاش برای تخریب از هنامه درباره وضعیت بشری در افغانستان است. به گفته وی، با وجود دستاوردها در شمار از موارد، شمار از اشخاص با مسائل مهم عقدمندانه برخورد میکنند و میخواهند حقیقت را تحت شعار قرار دهند. گزارش برخی از اعضای سازمان ملل بالخصوص ریچارد بنت در حاشیه نشست آینده دوحه تلاش برای تخریب اذهان می باشد. بدبختانه برخی از افراد عقدوی در سازمان ملل تلاش می نماید تا تصویر نادرست را در رابطه با افغانستان پیش نماید و پیشرفت های بزرگ را تحت شعاع موضوعات محدود در آورد. مجاهد گفته از خواستار رابطه نیک و حسنه با تمامی کشورها می باشد، اما با گفته جهان هم باید با استفاده از تجارب ناکام گردی گذشته در صدد اعمال فشار بالای حکومت سرپرست نباشد و افزوده جامعه جهانی باید واقعیت های افغانستان را درک و تلاش برای موقف گیری مثبت نیز صورت گیرد. اما سوی دیگر کارشناسان امور می گویند امارت اسلامی باید در کنار تعلیم و کار زنان آن محدودیت ها را برطرف نماید که جهان همواره بابت آن نگرانی دارد و خواستار رفع نیز استند. تا دی واقعیتون لره هم ندی و طالبانو پا دی دریو کلو که دی انجونو پولاندی دی مکاتب بندول، دی خویندو پولاندی دی کار دروازی بندول او طول انسانی او دی دوی بشری حقونه پل جول، اتا دی دوی دی سفر دی محرمیت او دی محرم لرل دی سفرونو که اتا دی دوی دی سفر اغا کلومتر فاصله او دی معاشاتو پاکله دی کار پا حکله دغه ټول کړنی چې دی طالبانو دغه دریو کلو که دی خویندو پوڑان دی دینجونو پوڑان دی پا عملی بانه باندی عملی کرده ده دی هم دغه کلونو لادرس ده یا دی هم دغه فرمانون لادرس ده چه نړیوال دوی سره دی رسمت پیشندن لاره نیسی هم وره ولی او زه فکر کوم چې دا نه یوازې د نړیوالو دپاره یو ستونزه ده، دا ملي ارزښت او نړیوال ارزښت دواړه لري. زه وایم د دې دپاره چې دغه ډول پلمې نړیوالو ته په لاس ور نشي، خو ښه به و چې د نجونو د حقونو مسله، د هغوی د تعلیم مسله، دغه ټولې باید په پام کې ونیول شي او دې ته د پای ټکی کېښودل شي. او دا چې نړیوالو ته دغه پلمه په کار ده او اوس ویل کېږي چې نړیوال غواړي چې عامه ذهنیت واړوي، د عامه ذهنیت مسله خو نو طبعاً په دغه درې کلو کې په وار وار باندې چې دا خبره کېږي، هم د سیمې هیوادونه دا خبره کوي په ځینو سیمه ییزو ناستو کې او هم نړیوال دا خبره کوي، نو دا خو رښتیا د افغانستان دپاره یو ډېره لویه ستونزمنه خبره ده. با باورانان حکومت سرپرست اگر می خواهد به طور واقعی با جهان یک تعامل رسمی و مشروع داشته باشد، پس باید در داخل در بخش حقوق بشری چالش های موجوده را به شکل معقول آن حل و هموار نماید. ځکه د افغانستان اوسنی حکومت د اساسي قانون له نشتون سره مخامخ ده. دا خبره سمه ده چې قرآن کریم زموږ ټولو کتاب او قانون ده، مګر هم ټول خلک خو هغسې عامه پوهه نه لري چې په ټولو مسایلو باندې پوه شي. له دې نه ور هاخوا د نظام ډول ده، دا باید مشخص شوی وی، تعریف شوی وی، او د هیواد نور وګړو ته هغسې اهلي کارو هغوی ته باید په نظام کې د کار زمینه برابره شوې وی، او دوی هم ځان باید په نظام کې لیدلی وی. زه فکر کوم که مونږ دغه ستونزې حل کړی وی نو مونږ کولای شول چې د دوه له غونډې نه د هیواد او نظام په ګټه باندې ډېره ګټه ترلاسه کړو. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو د کنوانسیون یا اصول او اعلامیو خلاف دي او دوی دغه سرغړونې ګڼي او حتی یو ګام وړاندې چې او د جنایتونو په توګه مطرح کوي، مګر اساسي هدف دا دی چې غواړي دغه ټول څه د دوه په راتلونکي ناسته کې چې ممکن اسلامي امارت ځینې استازي پکې ګډون وکړي د فشار د آلې په توګه مطرح کړي او هغه څه چې د میز پر سر باندې مطرح کیږي بالاخره د نقد په توګه، د انتقاد په توګه اسلامي امارت مجبور کړي چې نړیوالو غوښتنو او نړیوالو لخوا هغه څه چې مطرح کیږي په هغې ته غاړه کیږدي او بالاخره یې ومني. ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل درست قبل در 56مین نشست شورای حقوق بشر گزارش خود را ارائه کرد که بعد از اشاره به برخی از موارد از این سازمان خواست که تا برطرف نمودن محدودیت های یاد شده وارد تعامل با حکومت سرپرست نگردد.
وزارت کار و امور اجتماعی برای هزاران کودک به سرپرست، پرورشگاه ها و برای هزاران تن دیگر مراکز فراگیری تعلیمات حرفه‌ای را ایجاد کرده است. مسئولین میگویند آن در نهادهای خیریه که با این وزارت توافقنامه هایی دارند به همکاری آنان در سراسر کشور پرورشگاه ها را ایجاد کردند که در حال حاضر حدود 10,000 تن در آن عملا پرورش می‌یابند. سمیع الله ابراهیمی میگوید در کنار پرورشگاه ها در سراسر کشور 52 مرکز فراگیری تعلیمات حرفه‌ای را نیز ایجاد نمودند که 5,000 تن در آن مصروف فراگیری تعلیمات وسایل برقی هستند. وزارت کار و امور اجتماعی برای کودکان یتیم و بی سرپرست در سراسر کشور پرورشگاه را فعال کرده است. مسئولین وزارت یاد شده می گویند بر اساس توافقنامه با نهادهای خیریه داخلی و خارجی با همکاری نهادهای مذکور در سراسر کشور پرورشگاه را ایجاد کرده اند که به شمول دختران در آن حدود 10,000 تن پرورش می یابد. افغانستان د اسلامي امارات پر اتک سره هڅه داده چې د بیکاری کچه را ټیټ شي او هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. د مختلفو پراختیایی او د بیا رغونې پروژو په تطبیق سره هیوادوالو ته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د کار فرصت برابر شوی. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د بازار د دقیق مطالعې پر اساس چې دی پیدا کړی، هغه کسان چې زده کړې نه لري او یا یو مهارت او مسلک نه لري، یاد کسان د بیکاری څخه سر ټکوي او د بیکاری ډیری برخه همدغه خلک تشکیلوي. په همدې موخې ته د رسیدو په خاطر باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مرکز او ټول ولایتونو کې 250 د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي تر څو له دغې لارې هغه ځوانان چې زده کړې نیمګړې پاتې ورته د کار زمینه مساعده شي او فنی حرفوي زده کړې ترلاسه کړي. په یادو مرکزونو کې د 15,000 په شاوخوا کې ځوانان په زده کړو بوخت دي. البته دغه حرفې د کار د بازار د اړتیا پر اساس باندې انتخاب شوي دي. ابراهیمی می افزاید در کنار این برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران تن با ایجاد مراکز زمینه فراگیری تعلیمات حرفه‌ای را نیز فراهم ساختند که آنان می توانند در این مراکز تعلیمات 6 ماهه را فرا گیرند. ابراهیمی اضافه می کند که 52 مرکز تعلیمات حرفه‌ای را در سراسر ولایات کشور فعال کردند و به گفته وی حدوداً 500 تن در آن عملا مصروف فراگیری این تعلیمات هستند. در تمام دنیا آینده یا کشور و اقتصاد کشور و علم کشور به اساس ای است که چگونه شما تعلیم و تربیه را در مورد اطفال انجام میتین. هندوستان 66% تمامی بودجه خود در تعلیم و تربیه میزنه، اینم پاکستان 43% میزنن و کره جنوبی و کره شمالی هم طور است. از این لحاظ من فکر میکنم که این بهتر است که با این موضوع برخورد بسیار معتاد شد. بازم میگم که این برخورد از این نه تنها داخل افغانستان بلکه این مسئله بیرون مطرح میشه. تمام است. بازم میگم تمامی کتگوری های سینی پایین تر از سن 18 را اطفال میگن. هر کار را که شما در داخل افغانستان انجام بتین پایین تر از سن 18 باشه، یک نوع معضل دیگه در پالوی زنها بسته کردن مکتب ها و غیره اینا به وجود میاد که بازم یک پرابلم دیگه به وجود میاد. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د بیکاری کچه را ټیټه شي. په همدې موخه په نږدې راتلونکي کې د اماراتي ادارو، خصوصي سکتور، نړیوالو ملي بنسټونو او موسسات سره په ګډه همغږۍ باندې د بیکاری کچه د ټیټولو په موخه او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره په کابل کې د کار ملي کانفرنس دایروي. کارشناسان اقتصادی هم ایجاد مراکز تعلیمات حرفه‌ای را از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یک اقدام نیک می‌دانند و می‌گویند با توجه به ضروریات فارغان این مراکز می توانند علاوه از مرفوع‌سازی نیازمندی های خانوادهشان در پیشرفت اقتصاد هم سهیم شوند. واضح است که آموزش های حرفه‌ای روی ایجاد فرصت های شغلی می تواند تاثیر مثبت داشته باشد، باعث تقویت اقتصاد خانواده بگردد. مشروط بر اینکه حکومت هم بسترهای اقتصادی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی شود را ایجاد بکنه تا از آموزش حرفه‌ای نیز استفاده لازم صورت بگیره و مردم نسبتا فقیر افغانستان با فراگیری آموزش حرفه‌ای و یاد گرفتن یک کسب و کار وارد بازارهای اقتصادی شوند، برای خود آید روزانه به دست بیارند. در صورتی که بسترهای اقتصادی هموار نباشه، متاسفانه آموزش حرفه‌ای هم نمیتونه تا جایی تاثیرات قابل ملاحظه داشته باشه. این در حال است که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در ولایت پکتیا، لوگر، پروان، کاپیسا و سایر ولایت‌های کشور عملاً برای کودکان بی سرپرست پرورشگاه‌ها و مراکز فراگیری تعلیمات حرفه‌ای ایجاد شده است و به گفته مسئولین وزارت مذکور به زودی این سلسله تا سراسر ولایت کشور نیز رسانده خواهد شد.
باشندگان ولسوالی خانشین ولایت هلمند از کمبود خدمات صحی در این منطقه شکایت دارند. آنان میگویند که به دلیل کمبود تجهیزات طبی و ادویه در مراکز صحی مجبور میشوند تا بیماران خود را به لشکرگاه انتقال دهند. مسئولین محلی هلمند میگویند در روزهای آینده ظرفیت کلینیک ولسوالی خانشین را بالا میبرند که در کنار عملیات های جراحی خدمات 24 ساعته طبی را نیز ارائه خواهد کرد. باشندگان ولسوالی خانشین ولایت هلمند که حدود 150 کیلومتر از مرکز لشکرگاه فاصله دارد میگویند با دلیل کمبود تجهیزات طبی و ادویه در مراکز صحی مجبور میشوند تا بیماران خود را به لشکرگاه انتقال دهند که در مسیر را با مشکلات زیاد مواجه میگردند. به گفته آنان با آنکه در این ولسوالی کلینیک موجود است اما با دلیل نبود امکانات و ادویه بخشای جراحی باشندگان این منطقه را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. باشندگان این ولسوالی از حکومت میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نماید. کم کلینیک چې دلته ستا دی خانشین په ولسوالۍ کښې ده، د هغه نږدو مونیکو لپاره کفایت کوي، لکه څرنګه چې هغه مشتلې دي لنډۍ هو د هغه غاړه چې په هغه غاړه کښې داسې معمولي یوه څانګه شته دی، هغه هېڅ شی هم نه لري چې یو مریض اړتیا وکړي، یو مریض ته د هغه دغه دي ټول ساحه ډېره غټه ساحه ده، د خانشین د ولسوالۍ ډېره پراخه سیمه ده او ډېره ګرمي لري. نو زموږ کلینیکو ته که دواوې ډېرې کمې راځي، حتی فیلال چیز مش خبری که در کلینیک دنبولانسو تیل هم نورتی تیل هم نسته او مش چی ورسو چی دکتران مو گوری دوا نلگ در بستر مریضان پیلن چی در گرمی موسم دی در بستر مریضان هم در ورزی در شپاش وقت پر شاوخوا که لگو او در میاش دی تقریبا سراپا مریضان مش در چلورنیم زرست در پینزه زر پر و پیجی مریضان گورو او دوا ورته ورکوو او د سویت غذي ماشومانو دپاره د سویت غذي ماشومانو دپاره د موادو او د زنانو دپاره هغه د وړو یا سوپر سیریلو خدمات هم دا کلینیک کې لرو. از سوی دیگر مسئولین صحی هلمند میگویند در روزهای آینده ظرفیت کلینیک ولسوالی خانشین را بالا میبرند که در کنار عملیات های جراحی خدمات 24 ساعته طبی را نیز ارائه خواهد کرد. څو ورځو کښې بېرته سي شهیدان وسي خانشین کښې د دې دپاره چې د دېشو بارنچې مشکلات هم سره حل سي، هلته سي سي پلس چې یو جرا به وي او دغه رقم یو به د اطفال متخصص سي او دا رقم یوه ټي پي او چې د تغذي سوی تغذي ماشومانو لپاره به د بستر ظرفیت ولري منظوري راغلې ده، ترتیب یې برابر دی، انشاءالله فقط کار شروع کول غواړي چې په ډېر نږدې وخت کښې بېرته شهیدان سي شروع. هلمند از لحاظ مساحت 10% افغانستان را تشکیل می دهد که مردم آن در مکانهای دور افتاده و دامنهای وسیع زندگی می کنند. مسئولین صحی هلمند عدم ارائه خدمات صحی در این ولایت را وسیع بودن اراضی این ولایت می خوانند، اما تاکید دارند که با وجود آن که مراکز صحی زیاد در ولایت وجود دارد اما زندگی مردم در مناطق دور افتاده دسترسی آنان را به خدمات صحی مشکل ساخته است. یک جوان تحصیل کرده در ولسوالی اچین ننگرهار برای بیش از 500 کودک فقیر و یتیم زمینه تعلیمات رایگان را فراهم کرده است. این جوان میگوید که در دوران نظام جمهوریت کودکان به دلیل ترس از جنگ‌های گروه داعش از منطقه بیجا شدند و از تعلیم محروم ماندند. با آنکه او مستری دارد و شانس‌های خوب داشته اما میگوید که این کار را برای تعلیم کودکان منطقه خود و آینده آنان انجام داده است. در این حال مسئولین ریاست معارف ننگرهار از زحمات این جوان قدردانی می کنند و از همکاری با او اطمینان می دهند. ما به منطقه ولسوالی اچین ننگرهار رفتیم، جایی که یک جوان تحصیل کرده برای بیش از 500 کودک فقیر و یتیم این منطقه یک مرکز تعلیمی دینی و عصری رایگان را ایجاد کرده است. نام او خان حیدر آریان، 23 ساله و باشنده منطقه پیخه ولسوالی چین ننگرهار است و امکانات تعلیمی را برای آینده روشن کودکان فقیر و یتیم در میان ویرانه های بجامانده از جنگ در منطقه خود فراهم کرده است. و این میگوید خوشحال است که جنگ در منطقهشان خاتمه یافته و این قدم ها را برداشته است تا کودکان این منطقه آینده و فردای روشنی داشته باشند. خپل ولس او خپل قوم ماشومانو ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. نو په دې اساس باندې راغلم، دوی ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ
دلته تقریبا تر 200 پورې خويند دي انجونې دي او تر 200 پورې 300 پورې دغه دي الکان دي چې دلته د انجونې لیک لوست کوي. متعلمین در این مرکز میگویند که در منطقه آنان مکتب وجود ندارد و از تعلیمات محروم بودند. اکنون ابراز خرسندی میکنند که با ایجاد این مرکز به اهداف خود در آینده دست مییابند. او کلمه که از ما پلاد رو منشه اشتا و در تزدی را زوریده موز دینی زکریم کولش ما و سری زکریم زغار ما چهنده که دنگ ترش پلار می غریب و در سواسم نلرلا وز دکلی جنکو سرا در سواین سخت خوشحاله ایم مزه هر سهر آزم مونگ دل تاپ واریا درس انگلیش پختو او هر سوال مونگ تا کتاب تیم کتاب چیم مفتراکی کلمونم مفتراکی کتابونم مفتراکی. مردم محل میگویند که منطقه و ساکنان آن دچار جنگ های شدید بودند و مکتب نیز خانه های آنان دور است و رفتن فرزندانشان به آنجا مشکل است. آنان تقاضا دارند در این زمینه امکانات لازم در اختیار مردم قرار گیرد. دا خوارم دلتا لگیا دی او با دا دوزه که دا خپل از دک رکا ماسپیخین بیل، سبی بیل، دنجینو بیل، دالکانو بیل او سرپانا نلری او من دا غواړو چې دو سرپنا وشي. لیسه موږ نه لږه لرې ده او خوړ کې منځ کې خوړ دی نو بارانونه دي سیلابونه را دروبي زموږ ماشومان دي نشي ورتلی بیا کله چې سیلاب راوځي نو زموږ ماشومان د زده کړې نه بې برخه پاتې شي په هغه ورځ باندې. از سوی هم مسئولان ریاست معارف ننګرهار میگویند که همانند خان حیدر از سایر جوانان حمایت میکنند و وعده میدهند با کسانی که زمینه تعلیمات رایگان را مساعد میسازند همکاری میکنند. غوښتنم دغه کو چې د لری پروتو سیمو طرزالعمل کې د ادارې ریاست معارف ته دی راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي انشاءالله دی چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې هغه افتخاري شکل باندې دی زموږ د خوا نه به ورته زمینه د رسمي استازی یو څه نفقه به دی خپلو بچو ته هم ګټي. قابل تذکر است که در زمان حکومت پیشین یک بمب بزرگ به نام مادر بمب ها سوی آمریکا در ولسوالی اچین ننګرهار پرتاب شد که خسارات مالی و جانی سنگین به مردم این محل وارد کرد. و اکنون هم چند خبر از جهان. کانادا نیروی سپاه پاسداران ایران را در لیست سازمان‌های تروریستی شامل ساخت. بر اساس گزارش‌ها کانادا پس از آن نیروی سپاه پاسداران ایران را در لیست تروریسم شامل ساخت که شمار از ایرانیان مقیم در خارج و قانونسازان این کشور برای این کار درخواست کرده بودند. وزیر مسئولیت عامه کانادا گفته است همزمان با شامل شدن این نیروی ایرانی در لیست تروریسم این امر در بخش مبارزه با پدیده تروریسم کمک خواهد کرد. نیروی سپاه پاسداران ایران نزدیک به 200 هزار پرسنل دارد که متشکل از نیروهای بحری، زمینی و هوایی می باشند و از سلاح‌های استراتژیک ایران محافظت می کنند. بر اثر حمله تازه نیروهای اسرائیلی بر دریافت کنندگان کمک های بشری در غزه بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در شهر رفح غزه بر دریافت کنندگان کمک‌های بشری حمله هوایی انجام دادند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. با این حال سازمان ملل گفته است نیروهای اسرائیلی به طور سیستماتیک اصول جنگ را در غزه زیر پا کردند. دفتر مهاجرت این سازمان در غزه در یک گزارش گفته از میان حدود 1 میلیون تن در شهر رفح غزه اکنون تنها 65 هزار تن باقی ماندند. آتش سوزی جنگلات در مکسیکو و کالیفرنیا علاوه بر تلفات جانی صدها خانه را ویران کرده است. مقام های مکسیکو گفتند در نتیجه آتش سوزی جنگل در جنوب مکسیکو 2 تن جان باختند و حدود 500 خانه تخریب شدند و همچنان 8 هزار تن را وادار به ترک خانه هایشان نمودند. بر اساس گزارش ها باران های شدید هنگام آتش سوزی جلو تخریب بیشتر جنگلات و خانه ها را گرفته است. بیننده های گرامی این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الله نگهدار.